با آقای اوسانلو همراه میشیم و با این سوال آقای اوسانلو برنامه رو با شما باز میکنم که شما چرا این تحولات رو اساسا انقلاب میدونید نه فقط تظاهرات یا اعتراضات؟ با درود به شما همکاران زحمتکش تلویزیون اندیشه و همه رسانه ها و تلویزیون هایی که در راستای دفاع از حقوق مردم ایران و انقلاب ملی ایران که به هر حال در این دو هفته متولد شده و استوارانه بر پایه فرمول مهندسی بسیار خردمندانه سیویل رزیستنس یا مقاومت مدنی داره به پیش میده. اولین دلیلی که ما بر انقلاب نامیدن این حرکت بزرگی که داریم پیش میبریم این است که ما خودمان، ما نه من تنها، ما بزرگی که همه رسانه های مخالف حکومت، همه اتحادیه ها، سندیکا ها و شوراهای کارگری مستقل و تحت فشار، همه معلمان به جان آمده، خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های اعدام شدگان دهه 60، زندانیان معمولی بیشتر از 300-400 هزار خانواده اونها و تمام کسانی که به مجموع در این 39 سال، 40 سال ستم دیده اند و حالا دارن دادخواهی با همانگه که در اون زندان داشتیم و با سفارش هایی که از یاران خودم در جنبش هم بستگی داشتم و فرمولی که با رفقای خودم در سندیکاهای کارگری داشتیم، اون دستاوردها برای خردمندترین کسانی که در بیرون از ایران دل به ایران بسوزاندند و نگران ایران بودند در این 4 سال به حال مشترک شدیم و الان با قدرت میتونیم بگیم که این حکومتی که این همه تهمت‌های دروغ به این مردم به جان آمده، به این مردم طبقه کارگر، طبقه مزدبگیر، بیکاران، زحمتکشان، زنان و دختران سرپرست خانواده‌ای که به فقر و فلاکت کشیده شدن در چارچوب این حکومت پلید ولایت فقیه، میبینیم که اینها به میدان آمدن. این انقلاب با جنبش 88 بسیار متفاوت است. یک، مهندسی شده است. دو، فرماندهی مشخصی دارد. سه، شورای فرماندهی مخفی دارد که هیچ کس نمیشناسه اونها رو. بدنه اصلی فرماندهی این جنبش که تبدیل به انقلاب ملی ایران شد در داخل کشور است و کسانی هستن که ناشناخته، هر چقدر حکومت دستگیر بکنه به سود ماست، چون حکومت در اون فلاکتش نمیتونه هزینه 3682 نفر زندانی که رسما ما آمارشو تا الان جمع کردیم بدهد و مجبور میشد مثل دیشب جلوی زندان اوین رو یاران تسخیر کردن و دراویش گنابادی اونجا ساز زدن و مردم فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو سر دادن، بالاخره در پاسی از شب گذشته مجبور شدن 4 درویش گنابادی رو آزاد کنن و یک عقب نشینی سنگین برای حکومتی بود که هرگز نمیخواد نشون بده شکست میخوره از مردم. این سیویل رزیستنس. آقای اوسانلو خیلی عذرخواهی میکنم، برمیگردم به این سر بحث، ولی چون به زندان اوین اشاره کردین میخوام لحظه‌ای به خاطرات شخصی شما برگردم. شما سالها در همین زندان زندانی بودید، بازداشت شدید، آزار دیدید، شکنجه شدید. این چند شبه پشت دیوارهای زندان اوین مردم تحسن کردن، شعار دادن، به قول شما ساز زدن. آیا زندانی هایی که در داخل زندان هستن میتونن این صدای مردمی که بیرون هستن رو بشنون؟ و به عنوان یه زندانی وقتی میبینید مردم بیرون، اگر همون زمانی که شما زندانی بودید تحسنی در بیرون زندان بود، اخبارش به شما میرسید، چه حسی بهتون دست میداد؟ سوال قشنگیه، مرسی. اولا که کاملا سر و صداهای بیرون به داخل زندان میاد. ما توی سلولای انفرادی 209 تا بودیم، مردم که میومدن توی اون لونا پارک نبچی اونجا سوار این چرخ فلک ها این چیزا میشدن، جیغ میکشیدن، از این سرسرا پایین و بالا میومدن، صدای جیغ اونا حتی از اونجا، یعنی از بزرگراه به گوش ما میرسید. این پس 100% موثر هست. بعد تازه زندانی یه حسی داره، چند تا نگهبان میرن میان، یکی از ملاقاتی میاد، یک کسی شام داره میده، از همون زندانبان ها یا کارگرای بند زندان های عمومی که توی زندانی های سیاسی هم میان قضا و اینا پای کمک میکنن میدن، اونا میان میگن آقا جلوی زندان قیامته. از خیلی زود ما که توی سلول های انفرادی یا توی بند عمومی بودیم صداها رو میشنیدیم. حالا اگه کسایی که بند عمومی بودن تو هواخوری هم میتونستن بیان،
یا پنجره ها رو باز کنن که کاملا یعنی بسیار قابل لمس است و این اتصال بین فریادگران آزادی خواهی زندانیان و خود زندانی با حضور اونها و فریاد اونها شنیده میشه دقیقاً. بعد وقت این چه روحیه‌ای به زندانی سیاسی که در بند حالا انفرادی هست یا حتی در زندانهای بندهای عمومی هست میده؟ و آیا اساسا بازداشت شده هایی که الان به این زندان اوین منتقل شدن، به هر حال چیز حدود 600 نفر از این بازداشتی ها در زندان اوین اونجوری که اطلاعاتش بیرون هست نگهداری میشن، آیا اینها متوجه این اعتصاب پشت زندان خواهند شد و میتونن ازش روحیه بگیرن و در مقابل اعترافات اجباری یا مثلا فشار بازجوها ایستادگی بیشتری داشته باشن؟ بلا 100%. یعنی زندانی در زندان یک نسیم هم در زیر اون پنجره های میله های بالای سلول انفرادی میگذره بشنوه، حسش رو میگیره. و خب من به عنوان آدمی که ممتد در انفرادی ها بودم که بسته ترین جا بود، کاملا در جریان مسائلی که بیرون از زندان بود قرار میگرفتم. حتی یه حسی منتقل میشد که انسان رو نیرومندتر میکرد و آگاه تر به شرایط و با قدرت بیشتری با بازجو یا با هر کسی روبرو میشد. البته این روزها که دیگه طوفانی است و بسیار متفاوته با اون موقع. خب موقع ما شروع کردیم، شاید به جرئت من تنها کارگر سندیکالیست زندانی تمام ایران بودم در سال 1384 زمستونش، و بعدم که همینطوری تا قبل از 88 زندانی سیاسی کم بود نسبتاً، چند تا دوستان دانشجو بودن و بعد بعضی از دوستان شرکت‌های سندیکا رو آوردن رها کردن، ولی من رو نگه داشتن و به هر حال کم بود. ولی الان اینقدر تعداد زندانی کارگری مثل رضا شهابی، مهدی فرایشاندیز، اسماعیل عبدی که دو روز آلمش مرخصی دادن، بهشتی لنگرودی، دوستان دیگر زود شنیده میشه. اتفاقا بند زندانی سیاسی و دیگه سنو به اون قسمتی که الان تجمع هست خیلی نزدیکه. کسانی که الان تو تجمع اگه هرچی داد و بیداد بیشتر کنن مطمئن باشن هم بند نسوان و هم بند 209 که در همین زاویه جنوب غربی قرار گرفتن، صدای اونا رو که پشت اون در بزرگ و زیر پل پارکوی هستن کاملا میشنون، تا میتونن این فریاد زندان سیاسی رو فریاد بزنن. اونها درون سلول هاشون این صدا رو که بشنون، چون کوه نرده ها رو خورد میکنن. زنده این باش. مثال خیلی حرفه‌ای بود، مرسی. بی نهایت ممنونم آقای اوسالو. یکی از رویدادهای دیگری که رخ داده این حمایت دراویش از دانشجویان، دانشجویان از دراویش. این حمایتی است که داره یک نوع اتحاد بین بخش‌ها و طبقه‌های گوناگون جامعه رو نشون میده. در این روزهای اعتراضی هم شاهد اون بودیم که مردم واقعاً پشت هم بودن. ولی دیشب در مقابل زندان اوین شعار بترسید بترسید ما همه با هم هستیم رو خانواده زندانیان سیاسی خطاب به ماموران حکومتی و گاردهای امنیتی در حقیقت سر دادند. این اتحادی که بین اقشار مختلف جامعه پدید آمده، این رو چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید تا چند روزه میتونه رمز پیروزی اون چیزی که شما امروز اون رو انقلاب مردم ایران در سال 96 قلمداد میکنید باشه؟ ببینید، وقتی که من از ایران بیرون آمدم، اولین برنامه تلویزیونی منظمی که گرفتم و خوشبختانه با فراست و فهمی که مدیران اندیشه داشتن، همه مدیرانی که عوض شدن و به خصوص خود آقای دورمانی که شجاعانه ایستاد و پشت برنامه من رو گرفت، بارها هم اتفاقاتی افتاد به نوعی این برنامه رو میخواستن حذف کنن، ولی آقای دورمانی به هر حال چون پسندید این برنامه از طبقه کارگر و واقعیت جامعه میاد حفظ کرد. اسمش همبستگی نو هست و این به جنبش همبستگی که ما در داخل ایران کرده بودیم از سال 87 مربوط میشه و این نو بودنش هم از نیو تکنولوژی که ابزار مبارزه ما شد و خود ما اولین سایت کارگری و مبارزاتی ایران رو در داخل ایران 1383 زمستونش خود من با کمک دوستان که کار آیتی میکردن راه اندازی کردیم. یعنی ما کارگرها پیشروی مبارزه هم تشکیلاتی نوین، هم ابزار نیو تکنولوژی نوین و هم سازماندهی شبکه‌ای و نت شدیم که الان سندیکا با سندیکا اتحادیه جریان های مختلف کارگری هزاران هزار داره رشد میکنه. پس ببینید این همبستگی رو ما با خودمون از درون ایران بیرون آوردیم، فرموله کردیم،
امروز هم که شما اگه خودت برنامه های من رو دیده باشید ترتیب میکنید. آقای اوسانو یه لحظه صدای شما رو ما با شکستگی داریم، اگر که آقای اوسانو صدای شما رو با شکستگی داریم عذرخواهی میکنم. اجازه بدید تیکه از ویدیوهای مربوط به تجمع مردم در مقابل زندان اوین رو که همین دیشب بوده به اتفاق ببینیم، از حضور پررنگ و افتخارآفرین خانواده های زندانیان دستگیر شده در همین مدت ایام تظاهرات سراسری مردم کشورمون. میدونم این صحنه ها برای همه شما عزیزان آشناست. دوستانی اگر جایی هستند که این تصاویر رو به دلیل کندی اینترنت در فضای مجازی یا دیگر رسانه ها ندیدند هم با ما همراه شن، حضور پررنگ مردم رو ببینیم. برگردیم همچنان با جناب آقای منصور اوسانلو و سکار خانم گلستان که ما پیوستند همراه و همگام شما عزیزان خواهیم بود.
جان به من توضیح بده بچه ها امکان داره الان چیکار کنن؟ الان بچه ها همه آمادن برای رفتن داخل. 5 6 نفر رفتن جلوتر. همه راه آمادن برای رفتن به داخل. داخل. همه آماده این واسه داخل. گوش بده. بله. همه آماده این که بریم داخل. خونه میره. گفتم ما الان داشتیم جنبش سیویل رزیستنس رو که کار تجربه شده ایست و آکادمیک و روی زمین عینی شده و ما پیروزیاش رو در شیلی، در لهستان، در بسیار کشورها داشتیم. به طور خلاصه من میگم ببینید، یکی اعتراضات خیابانی و میدانی است که مداومن رزیست هست، یعنی ادامه میدیم، ادامه میدیم تا لحظه حکومت فرو میپاشه. قسمت دوم اعتصابات است که خوشبختانه شروع شده است و ما همین دیشب تا بار گزارش های اعتصاباتی که من دارم از خود اصلویه به تمامی در اعتصابن، 34 اسکلپ آلایشگاه خلیج فارس در اعتصاب هستن، پارس جنوبی تمام شرکت ها در اعتصاب هستن، آلایشگاه کنگان هم به اعتصاب از دیشب پیوستن، کارخانجات هپکو که جلوی استانداری عراق آمدن، نساجی قائم شهر جلوی شورای شهر آمدن، اعتصاب نفتکش ها و رانندگان نفتکش و پالایشگاه اصفهان که راننده کامیون هم به اونها پیوستن، الان باعث شده شهر اصفهان در یک وحشت سرای بر علیه حکومت به سر ببره. تمام پمپ بنزین ها بسته است، هزاران هزار ماشین جلوی پمپ بنزین، همین الان تو تلگرام فیلم ها و عکساش داره میاد، به دوستان میتونید بگید بردارن و همزمان نشون بدن. تمام پالایشگاه تعطیله و هزاران هزار ماشین در شهر اصفهان مونده، چرا که نفتکش ها دیگه هیچ سوختی برای این حکومت نمیارن و ده ها خواسته دارن که اصلی ترین خواسته رفتن این حکومت است و اصفهان این بار در اعتصابات درون شهری پیش قدم شدن. این به اصطلاح رانندگان نفتکش ها و گازوئیل و بنزینی که در شهر اصفهان هست، فیلماشو بگید در تلگرام دوستانو بردارید. حتما در طول برنامه میکوشیم که این اتفاق بیفته. اعتصابی که به کارگران شرکت واحد کشیده شد، خوشبختانه پیام های ما رسید. الان کارگران بخش خصوصی شرکت واحد، یعنی حدود 4000 کارگری که در نبودن ما که اون بودن مزدندان و خب بخش رهبری سندیکا چون نبود، اینها کلکی زدن و اومدن به راننده ها گفتن خودتون رو بازخرید بکنید، یه پولی ما بدید، یه پولی هم خودتون بذارید، اتوبوس ها رو به نام خودتون میدیم، بخش خصوصی درست کنید واسه خودتون کار کنید، که دروغ وحشتناک کثیفی بود که متاسفانه چند در دیگه 4000 تا 2000 راننده بیرون اومدن. حدود 2000 نفر از همکارای ما در این فریب حضور پیدا کردن و متاسفانه شدن راننده بخش خصوصی که نه اتوبوسی بهشون دادن، سابقه کارشون از بین رفت، بیمه شون از بین رفت، حالا همه اونها به این اعتصاب پیوستن، هم به دلیل بیمه ماشینا، هم شارژ اتوبوس ها و هم به مزدشون که با اینکه کار کردن پول و شرکتی که با کارت مسافرها کارت میکشن کم کرده از 3 ماه پیش، 3 ماه اون پولی که مسافرها کارت کشیدن به حساب اینا آمده کم شده، ولی این راننده ها 4000 نفر الان مزد این 3 ماه رو که حداقل نفری مثلا 2 میلیون تومان 2.5 میلیون تومان باید گیرشون بیاد نگرفتن، به همین دلیل وارد اعتصاب شدن. خوشبختانه بسیار عالی. من لیست اعتصابات تموم کنم بعد به شما میدم بلند. همچنین کشتاگاه سنندج که الان وارد اعتصاب شدن، همچنین اعتصاب کارخونه ماشینالات و تراکتورسازی تبریز که 24 روزه در اعتصاب دارن ادامه میدن، کارگران شرکت نفت و کارآموزان شرکت نفت که در حویزه جلوی فرمانداری به اصطلاح دشت کنگان اعتراض کردن و متوقف شدن و اونجا جلو اونجا بستن، نمیذارن کارمندا بیرون برن. همچنین کارگران سد شفارو که 6 ماه دستمزد نگرفتن در منطقه رضوان شهر بندر انزلی، به علاوه اهواز که هم شهر در اعتصاب است، هم دیشب یه درگیری سنگین بین مردم معترض و نیروهای انتظامی شد در خیابان پهلوی اهواز و نیروهای انتظامی فرار کردن زیر سنگینی سنگبارانی که مردم و جوانان کردن.
همچنین امروز هم یک پیام شاد برای انقلابیون داریم. انقلابیون آزادیخواه ایران خوشحال باشد که از دیشب خزانه‌داری آمریکا و تمام سیستم بانکی جهانی تمام شعب صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو بردن زیر تحریم و از این بعد حتی پول هم اونا نمیتونن از حساباشون بردارن، خبرنگاری کنن در کشورهای دیگر، دفاتر خارجی صدا. بسیار ممنونم. در شهرهای مختلف کشورمون برقرار بود. از جمله اعتصاب کارکنان کشتارگاه سرندج، بعضی ها این هم مشخصا این رو اسم آوردن برای اینکه میخوام اهمیت جایگاه های مختلف کارگری رو با هم بررسی کنیم. بعضی ها به تمسخر در همین فضای تلگرامی گفته بودن که خب حالا مثلا مردم گوشت کشتار شده کشتارگاه سرندج رو نخورن اتفاقی واسه شون نمیفته. آیا واقعا فقط جاهای حساس یک کارگرانش باید اعتصاب کنن یا نه جاهایی که واقعا به نظر حساس هم نمیرسه اما این اعتصاب ها میتونه روند فعالیت ها رو مختل کنه؟ یعنی کشتارگاه سرندج به همون اندازه میتونه در انقلاب مردم ایران تاثیر بگذاره که مثلا پالایشگاه نفت آبادان؟ سوالمه واقعا. دقیقاً این که شما میگید، ولی اجازه بدید من یه نکته تصحیح کنم چون به تاریخ این انقلاب ملی ایران برمیگرده. چرا ما روی ملی تکیه داریم؟ به دلیل اینکه دیگه این انقلاب نه ایدئولوژیک است، اسلامی بشود یا چپ بشود یا راست بشود و نه متعلق به جناح یا قشر خاصی است. تمام مردم ایران، ملت ایران با هر رنگ و بو و نژاد و قومیت و زبون و طبقه و زن و مرد و جنسیت و دین و هرچی، همه ستم دیدن از این حکومت. یعنی حتی حکومتگرانی مثل رفسنجانی خودش و خانوادش ستم دیدن که کشتنش. این طرف هم نگاه کنید تا تهیدست‌ترین طبقات جامعه که فرزندانشون یا معتاد شدن یا بعضی بیکاری خودکشی کردن یا تو تظاهرات کشته شدن یا تجاوز به دخترا کردن، همین پاسداران اسلام و بقیه. و این روند فقط امسال که اتفاق نیفتاده که این انقلاب ملی الان برپا بشود. 40 سال است که این حکومت ذره ذره از اولین افسران عالی رتبه ارتش شاهنشاهی رو که روی پشت و بام‌های خونه خمینی تو خیابون ایران تو مدرسه رفاه اعدام کرد تا امروز که تمام احزاب سیاسی چپ، راست، کارگری، سندیکاها، شوراها، احزاب حتی ملی مذهبی از خودشون حتی دیگه بهشتی جمهوری اسلامی امروز معلوم شده همه اینا رو خودشون کشتن. اگه یه سازمانی هم اومده قبول کرده اون موقع رو دست خورده الان نمیخواد قبول کنه. دقیقاً کار درون حکومتی بود که از تو شکمش رفسنجانی و خامنه‌ای اومدن بیرون بهشتی و بقیه حذف کردن. یعنی هر کسی در ایران امروز داره زندگی میکنه، حتی خود این حکومتگران که خود خامنه‌ایه یا خود خامنه‌ای یا میرطاهر بدنش ما نمیدونیم جفتشون یکیان چون علاوه جایگاه فرقی نمیکنه باز هست. دست آدم همه ستمیده دادخواه هستند. چه کسانی دادخواهی میکنن امروز؟ طبقات بسیار محروم شهرها، حاشیه نشینها، جوانان بیکار، فارغ التحصیلان بیکار، حتی دکترا و فوق لیسانس و لیسانس بیکار داریم که میلیون ها نفر شدن الان اینها. همچنین محرومترین کارگران ایران که ماهاست بیکار شدن، سالهاست بیکار شدن. حتی کارگران بخش ساختمونی که الان بخش ساختمونی هم خوابیده یه سال دیگه کار توش نید. حتی بخش کشاورزی که این حکومت خائن، این روحانی دزد غارتگر جلاد با وارد کردن حتی میوه جات از کشورهای دیگر کشاورزی ایران رو زمین زد که از روی اسکله‌های سپاه بیارن همشون با هم همدستن بدون گمرکی کشاورزها رو هم زمین زدن. شما نگاه کنید توی صفحه تلگرامی خبرگر و سایت خبرگر ما در روستاها الان دیوار نویسی داریم. بچه داده دوره دانش آموزی تو خیابون میان شعار میدن میگن مرگ بر خامنه‌ای بیناموس. بچه راه تحصیلی تو این تظاهرات اومده. یعنی دیگه کار از این حرف گذشته گفته که بچه 12-13 ساله میاد میشناسه دشمنش که شعار میده دیگه نمیشه جمع کرد. پس یک، همونطور که عرض کردم تظاهرات هست. دو، اعتصابات هست که داره زیاد میشه و اعتصاب در این کشتارگاه یا اون کارخونه یا شرکت نفت یا شرکت واحد یا حمل و نقل جاده‌ای که تمام رو مختل میکنه. الان نفتکش ها اصفهان رو مختل کردن و امیدوارم دوستان بتونن زود تو تلگرام عکساشو بردارن. یکیست. چرا یکیست؟ چون اگه حکومت بخواد نیروشو پخش کنه بیاد توی دهات‌ها و شهرستان‌های کوچیک و اعتصاب‌های کارگری کوچیک بزنه
پس مجبور نیروهاشو همونجا نگه داره. بعد تهرانی که یه دفعه بعد 3 روز استراحت نیروهای ما، نیروهای حکومتی تازه میخوان برن خونه یه خستگی در بیارن، بچه ما میان بیرون، میان انقلاب رو بگیرن، از حفظ میزنن بیرون، حفظ رو بگیرن از نیرو هوایی. یه دفعه احمق روحانی میاد میگه یارانه ها رو هم میخوایم برای 30 میلیون قطع کنیم خزانه بخارهای تظاهرات رو. باش الان 3-4 نوع تاکتیک ها رو داریم به کار میبریم. یک، تظاهرات های بزرگ و ثابت مثل همین جلوی زندان اوین که نتیجه داد و 4 زندانی دراویش آزاد شدن و با پیروزی این مردم رفتن. چرا؟ چون اومدن جلوی زندان گفتن آقا ما رو هم ببرید زندان پیش اینا، ما مثل هم فکر میکنیم دیگه، ما رو هم ببرید زندان. و این بار شعار برعکس شد، گفتیم چی؟ گفتیم بترسین، شما باید بترسین، ما همه با هم هستیم. بترسین، بترسین، شما باید بترسین، ما همه با هم هستیم. یعنی مردم دیگه از مرز ترس عبور کردن، نمیگن نترس، به حکومتی ها میگن باید بترس. این فاز روانی بالاست که در جنبش سبز به این فاز اصلا وارد نشد و جنبش ما انقلاب ملی ایران از اون نقطه قله اونا تازه ما شروع کردیم به عنوان کفمون. به همین دلیل ما شیوه های مختلف مبارزاتی داریم، اعتصاب ها رو داریم، اعتراض ها رو داریم. ریزش نیرو از درون نیروهای حکومتی سومین ضلع این سیویل. ما هزاران بسیجی داریم که بسیجی آتیش دارنن، شناسه آتیش دارنن، مثل آقای دهباشی با شجاعت میان جلوی دوربین خودشون هم میگه من دهباشی بسیجی غلط کردم، غلط بسیجی بودم، من از این حکومت متنفرم، منم میخوام سرنگون کنم، کارت بسیجشم آتیش میزنه. یه کمپینی شده که الان صدها سیجی به مردم پیوستن، ارتشی ها به مردم پیوستن. در همون زلزله سر پل ذهاب ما پیش دیگه این برنامه امروز کردیم. اگه شما جناب آقا زمانی چون برنامه منو میدونم میبینی هم بس نور دیده باشی، من همونجا گفتم که این پیوستن ارتشی ها به مردم در این زلزله که حکومت هیچ مسئولیتی در مقابل مردم به عهده نگرفت، یک خشم بزرگ بر علیه حکومت رو در سراسر ایران دامن زد. چرا؟ چون همه مردم از همه جای ایران، از بلوچستان، از مشهد، از ترکمنصرا، از خوزستان، از نمیدونم همه جا کمک ها رو میفرستادن برای مردم کرموشاه و سرپل ذهاب و دشت ذهاب و دالاهو. این فلان فلان شده یکی که آخوند گرفته بودن میچپوندن توی ماشینا، آرم خودشونو میچسبوندن، مردم متنفر کردن. این حرکت رو یاد مردم نرفت چون تو تلگراما منتشر شد بره. حالا اون نفرت با اون کمکی که ارتشیا کرد، مخصوصا کلا سبزا تیپ نوعه 281 275 لشکر 35 لشکر 65، اینا الان نیروهای مردمی هم و حکومت میدونه اگه بخواد به مردم اسلحه بکشه اینا مسلحانه هم مردم دفاع میکنن. چرا؟ الان تموم میکنم شما بفرمایید. اینا میخواستن بعد از این بازی زلزله رو در آوردن تموم کنن، ولی ما نذاشتیم. الان نهادهایی که ما تشکیل دادیم همه تو سر پل ذهاب و کرمانشاه هست، اسمشون رو ما داریم. به شجاعت من میگم یه خانم دلاور به نام پهلوانی مسئول سر پل ذهاب است و تمام کمک‌ها که پیش ایشون تقسیم میکنه تو باقا مردم هم باهاشه. حالا ارتش رو خواستن ببرن سوریه. آقای زمانی اینا رو شاید ندونید، ما خصوصی داریم. اونجا ارتش رو بیانیه دادن توی کرموشاست به خصوص تیپ نوه مهدی جان و اعلام کردن مردم اینا میخوان ما رو بفرستن سوریه، چون توی سر پل ذهاب با مردم یکی شدیم، الان مردم ارتش رو دوست دارن. اینا میخواستن فرماندهان ارتش و سپاه و ستاد مشترک، ما نامش هم توی تلگرام خبرگر چاپ کردیم، نامه که فرماندهی ستاد مشترک داده بود، خود بچه های کلا سبز رو فرستادن ما منتشر کرد و یه کانالی هم از کانال صدای ارتش کرد. آقای اوسالو اجازه بدید برگردم بهتون که بحث حالت گردشی پیدا کنه. این خیلی مهمه. یعنی مردم از ارتش پشتیبانی کردن، حکومت عقب نشست اینا رو نفرست بفرست سوریه بکشتن. بسیار ممنونم. این اتحاد به درون ارتش هم رفته الان. بسیار ممنونم. اصلا رسانه های خارج از کشور، گروه طیف اصلی این رسانه ها، سال 88 میکوشیدن که بگن این انقلاب بهترین انقلابه، نمیدونم مردم به دنبال حقوقشونن، قشر تحصیل کرده، آگاه، سلحشور. چه اتفاقی میفته؟ اصلا چه فرقی داره وقایع سال 88 و اکنون در سال 96؟ چه تفاوت بنیادینی با هم داره و چرا نگاه رسانه‌های جریان اصلی
به این دو رویداد متفاوته. جناب آقای زمانی، من اول یه همانی جور صحبت های چون با من تماس دفعه کنم استودیو گویا یه قطعی های ما داریم که تصویر شما رو من تو تصویر خودم ندارم، فقط استودیو رو داشتم. درسته. گویا من داشتم صحبت کردم، شما میخواستی صحبت کنی، بعد تصویر که شما من استودیو با فیلم فقط مونده قطع نشه به صحبتم ادامه دادم تا بتونن مشکل فنی رو حل کنن. میگم برای که سوء تفاهم بین ویدیوهای ما خواهش پیش نیاد. این از این بگم چون به من زنگ زدن. دوم، یعنی من خواستم که برنامه ادامه پیدا کنه قطع نشه تا شما استدام بکنه. بعد دومیش پیامش رو خیلی سوال درسته، به شرطی ما عینی گرا باشیم. دقیقاً این جنبش سبز چرا شکست خورد؟ چون انقلاب نشد. ولی ما از روز اول گفتیم انقلاب ملی ایران، یعنی اون پیروز شده اعلام کردیم. وقتی گفتیم انقلاب، نگفتیم قیام، نگفتیم جمهوری، نوشتیم. شش ماه پیش اگه کسانی برن به وبسایت خبرگر نگاه بکنن، در ماه سپتامبر یک مقاله من اونجا به عنوان سردبیر گذاشتم، صدای پای انقلاب ملی ایران میآید، تیترش اونجا هست. همین الان دوستان میتونن به اتاق فرمان بگید برن اینو بیارن بالا ببینید. شش ماه پیش ما تیتر زدیم که صدای پای انقلاب داره میاد. همون موقع گفتیم انقلاب، نگفتیم جنبش، هیچ چیز دیگه نگفتیم، انقلاب. چرا این انقلابه؟ یک، از جای شروع کرده که جنبش سبز اونجا عقیم مونده و تموم کرده. رویای جنبش سبز استمرار طلبان حکومتی این بود که به دوران طلایی امام برسن، یعنی دوران قتل، کشتار، اعدام، شکنجه، تجاوز به دخترهای مردم، ایجاد جنگ دروغکی با عراق، ادامه اون جنگ بیخودکی، کشتن ناخدا افضلی ها، عطاریان ها، سرهنگ بیژن کبیری ها، آذرفر ها، خسرو لطفی ها و هزاران نام دیگه که من میشناسم. من تو ارتش که بودم زیر دست اینا بودم. عالی ترین فرماندهان ارتش ایران این جمهوری آقای خمینی نابود کرده، بهترین پرواز کنندگان خلبان های کسی خود آمریکا نداشته را از بین بردن. اینها این دوران برای کسی که میخواسته تازه خوش همیشه کنم من رهبرم بشود رئیس جمهور همان نظام دوران طلای امام طلایی بوده، نظامی که فقط جنگ و کشتار و تجاوز به دختر مردم و اعدام و شکنجه بوده، که الان پرونده دوران طلای امام روی میز سازمان ملل متحد، روی میز خانم عاصمه جهانگیر، روی میز کمیسیون حقوق بشر که میخوان رأی ماده 7 بش بدن. پس پیروزی انقلاب ملی ایران اینه که نه رهبریش، نه بدنش، شعارهاش کدومیت با نظام آدم کش رعیت فقیه جمهوری این پیروزی خواهد شد. رهبر انقلاب باز سرمان هزاران نفرش اجتماعی کار بگیره، اونا دانشجوها لیسانس فوق لیسانس ها همه باسوادن، همه بلدن اینترنت، همه گرام ویپ اینتیتی گرام. آقای اوسانو صدای شما رو من قطع و وصل میشنوم متاسفانه. دارم که صداتون برگشته باشه. خیلی عذرخواهی میکنم چون زمان کوتاهی داریم تا پایان برنامه و بایستی به تلفن‌های مردمی هم برسیم. میخوام مشخصا بپرسم حمایت‌های ایالات متحده آمریکا تا به حال کلامی بوده؟ بیشتر رئیس جمهور یا مقامات ارشد دولتی و قانون‌گذار این کشور از جنبش مردم ایران حمایت کردند. فکر میکنید چه اقدامات عملی باید آمریکایی‌ها برای حمایت از مردم ایران انجام بدن در این شرایط حساس و در ماه‌های پیش رو که این مبارزه ادامه خواهد داشت؟ آقای اوسانو. جناب آقا زمانی، من کمی صدای قطع و وصل میشه، مخصوصا من اصلا صحبت‌های خانم گلستان تقریبا نشنیدم. حالا من این توضیح میدم. ببینید در رابطه با این مسئله که شما گفتید مردم ترسی از حکومت ندارن، دلیلش اینه که این مردمی که الان میدانن دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. وقتی شیش ماه یه سال کار میکنه
حقوق بهش نمیده، زن بچهش پشتن، خودکشی میکنن، از پشت اونا خودشونو میندازن پایین، کلیه میفروشن، قرنیه چشم میفروشن، زندگیشونو میفروشن، بچه هاشونو تو رحمشون دارن میفروشن، دیگه ترسی ندارن. یک ظریفی مهمان ما بود صحبت میکرد، میگفت یه بابای ما کی بوده گفته بود اون زمان کارگران نمیدونم زحمتکشان چیزی برای از دست دادن ندارن به جز زنجیرهایشون، به این خاطر است که انقلاب بکنن، ولی این فلان فلان شد ها زنجیرها رو بردن فروختن دیگه، نسمش نسمش چون ملت زنجیر هم داشته باشه، این ازش که این ملتی که زنجیرش هم فروختن از چی بترسه؟ حکومتی که باید بترسه. یه چیزی هم شنیدم درباره خارجی که فرانسوی ها در انقلاب حالا یا چی آمریکا دفاع میکرد، طبیعیه تمام کشورهای دنیا مخصوصا جنگ جهانی دوم که اگه درست شنیده باشم معلوم از کشورهایی که اومدن اونها رو نجات دادن از چنگال فاشیسم یا چیزهای دیگه، درستی این حرکت اتفاق افتاده و ملت‌های دنیا از همدیگه قدردانی میکنن وقتی که مثلا اتحاد شوروی از کجا رفت تا برلین آزاد که تمام کشور آزاد شدن، یا آمریکا و انگلیس از نورماندی رفتن تا رسیدن مثلا ایتالیا و فرانسه و اینا رو آزاد کردن، معلومه که بین این ملت‌ها یک مودتی پشتیبانی برقرار می‌شود. الان هم وقتی کشور ما تو چنگ ولایت فقیه گرفتاره، اولا خود ما مردم ایران میتونیم اینا رو سر شهرش رو بکنیم، داریم میکنیم، مطمئنیم ما. دو، باید به ما کمک بشه، چون حک ما که یک حکومت تروریستی، یک حکومت ضد بشر، یک حکومتی که به هیچ قوانین بین المللی و انسانی پابند نیست، اگر ما مردم ایران خودمون شرش رو کم کنیم، هم به مردم خاورمیانه خدمت کردیم، هم به مردم آمریکا، هم اروپا، هم همه دنیا. پس وظیفه آمریکا و اروپا و هر کشوری ادعای دموکراسی، ادعای آزادی خواهی داره، وظیفه‌شه که بیاد از انقلاب ملی ایران دفاع کنه، اینترنت بده، نمیدونم کمک‌های مالی بده، پشتیبانی بده. چرا؟ چون خود اینها موقعی که خمینی فلان فلان شده رو آوردن، امثال خیلی ها که میتونن 150 میلیون دلار هم پارترها پول دادن تا خمینی ها رو سوار پار بکنن، باید جبران کنن اون اشتباه تاریخشونو. و اگه حالا یه آقای ترامپ یا حسین یا حسن هر کی بیاد و تازه کمک غیر دخالت امور داخلی ما، مستقلانه، برابر حقوق، و ما استقلالمون حفظ میشه، آمریکا هم بزرگترین دوست مردم ایران در دنیا خواهد بود، اسرائیل هم بزرگترین دوست مردم ایران در خاورمیانه خواهد بود. ما با همه عرب، تمام کشور عربی زمانش با ما دوست بودن، احترام میذاشتن. ایران از اول مرکز صلح، فرهنگ، انسانیت، حرف غذاهای خوب، گیاهای خوب، کیمیاگری، دادن تمام چیزهای خوب به دنیا ایران بوده. اگر امروز هم هر کشوری در دنیا، نه فقط آمریکا، بیاد به انقلابیون ایران، به آزادی خواهان ایران هر کمکی که میتونه بکنه، وظیفه‌شو انجام داده، طلبی از ما نخواهد داشت. چرا؟ چون نجات ایران در خاورمیانه از شر حکومت جنگ طلب، تروریست، فوندامنتال اسلامی، آدمکش، موشکساز، بمب‌ساز، اسرائیل رو تهدید میکنه، به عربا حمله میکنه، تو عربستان موشک میزنه، تو یمن موشک میزنه، جنگ را میندازه، افغانستان رو به هم میزنه. دولت دموکراتیک افغانستان، همین جمهوری اسلامی کمک کرد، سر نمیکردن. معلومه که باید همه کمک کنن، ما این حکومت رو بندازیم. خود ما مردم ایران با همه کشورهای دنیا هم رابطه برد برد، برابر حقوق برقرار میکنیم. درست. زیر دینش که نمیرویم، هر کمکی به ما بکنن. وقتی ایران حکومت دموکراتیک آزاد و دموکراتیک در چارچوب اعلامیه جنگ حقوق بشر داشت، اگه حتی 2000 هم اینا به ما کمک کردن، به همه دنیا اعلام میکنیم آقا به ما مثلا 2000 اینا کمک کردن، حالا از سرمایه ملی ایران هم این 2000 رو پس میدیم، سر اونم بلنده، وابسته نیستیم، با افتخار میگیم ما با آمریکا، با اسرائیل، با همه دوستیم، ولی برابر حقوق. بفرمایید. خیلی متشکرم آقای اوسانلوی عزیزم، تشکر میکنم ازتون. الان میشنوم. بسیار عالی. به عنوان آخرین سوال میخوام از محضرتون بپرسم، آیا فکر میکنید حمایت قطعی کنگره آمریکا از معترضان ایرانی میتونه سرفصل تازه‌ای برای تحولات جدیتر که به پایان رژیم اسلامی بیانجامه باشه یا خیر؟ حتما میتونه باشه، 100%. چرا؟ چون مردم داخل ایران
من با هزاران نفر در ارتباطم، همه عاشق دوستی بین ایران و آمریکا هستند. اکثریت جوان‌ها زندگی آمریکایی رو دوست دارن، آمریکا رو دوست دارن. شما نه هر حکومتی‌ها نمونهش دیگه، مگه حکومتی‌ها صبح میگن خالی میبندن دروغ میگن؟ همه‌شون مثل اون خانم ابتکار و نه ولایتی و یکی ایالتی و لاریجانی، یا انگلیس درس خوندن خودشون یا آمریکا شدن دکتر آمریکایی. بچه‌هاشون هم الان 3000 تا 4000 تا تو همین آمریکا و کانادا هن. اگه بچه‌ها اینا همشون اینجا تو آمریکا و کانادا هن. این آقای نام چی بود خاوری که بانک‌ها رو دزدیده میلیارد میلیارد آورده، چرا اینجا هن؟ تمام فامیلای رفسنجانی چرا اینجا هن؟ بچه‌های خمینی نوه‌ها همه اینجا هن. نمیدونم تمام حکومت‌ها که الان فرار کردن، این انقلاب ملی شده، دو تا داداشای کوچیک لاریجانی الان آلمان غربی هن. حداد عادل از رفته با خانواده‌اش آلمان غربی، عروسش و پسرش و اینا همه آمریکایی هن، اومدن آمریکا. خود مشتوا و مصطفی روسیه هست، مصطفی هم رفته مالزی پولات رو جمع جور کنه که تو بانک ها زیر این فشار جدیدی که تقیید هفته به دوباره روژه تحریم بانکی من نفتی خواهد رفت. سیمان هم که تحریم کردن در خاطر نمایندگیش ول مطلن. اینا گزارشات دقیقی من واشنگتن هستم دقیقا واسه که همه اینا رو نزدیک تعقیب کنم تو این شرایط مهم. و اتفاق مهمی که افتاده اینه، هر وقت از آمریکا یه پیام محکمی اومده، چه کنید چه مثلا استیت دپارتمان، که مردم ایران متوجه شده دیگه حکومت آمریکا هیچ حمایتی، چون مردم ایران میدونن این حکومت خمینی عراق رمزی کلارک و اینا عکساشون مکساشون پرتون و فلاشه تا پشت خمینی نماز میخونده رمزی کلارک. همین احمدی نژاد اومده آمریکا، ما حدس شده بودیم جلسه خصوصی داشته، یعنی یه جنایی در همین آمریکا خمینی رو به این دار و دسته آورد، ایران رو نابود کرد، خاورمیانه رو نابود کرد به دست همین آخوندهای شپش بود. الان هم اگر کنگره هر جایی کمک بکنه، پیام بده، چه میدونم سکشن بکنه، سپاه، بیت خامنه ای، مجموعه که زیر بیت خامنه ای اصل 110 ولایت فقیه هستن، چون نه تحریم تا حالا داروی ایران شده، همیشه داروش سر جاش بوده، اگر این حکومت گفته دروغ گفته، قضا هم همینطور همیشه سر جاش بوده. و ما خواستیم حتی به کسایی که روشن فکر بودن فشار بیارن، خروج مقامات جمهوری اسلامی باید بند بشه، ممنوع بشه، حضورشون در آمریکا باید دستگیر بشن به عنوان تروریست. آدمکشی که در زهران، در سومالی، در آرژانتین، در میکونوس، قتل بختیار، قتل داداش من تو زندان و هزاران مثل اون، اینا تروریست باید دستگیر شن تا ایران خارج میشن. یعنی تحریم سیاسی مقامات جمهوری اسلامی الان مثل کی؟ این هاشمی شارودی دمش گرم، مردم رفتن تو هانوفر اون بیمارستانی که هاشمی شارودی محاصره کردن، نامه نوشتن، مقامات اومدن به پرستارا گفتن این هم فاشیست هیتلریه که شما رو میسوزوندن، این هم ایرانی ها رو هزاران کشته، رئیس قوه قضاییه بوده، دزد و قارگر، آدم کشه. الان هاشمی شارودی به شکل اعلام نشده توی بیمارستان هانوفر تحت بازداشته. بسیار ممنون. دادستان آلمان، من از قول روزنامه دویچه زایتونگ، 3 میلیون خواننده داره تو آلمان، میگم نوشته دادستان آلمان گفته تعداد شکایاتی که به ما رسیده بر علیه هاشمی شارودی در آن حدی هست که ما ادعانامه دادستان آلمان رو برای بازداشت او صادر کنیم، و چون معافیت دیپلماتیک هم نداره شاهرودی، راحت میشه بگیرنش. مردم هم همه جا اروپا الان رفته از هانوفر، همه دور این بیمارستان نگهبانی، مردم میدن این بیرون نیاد. پرستارا قول دادن با مردم همکاری کنن، نذارن. خیلی ممنونم. ظریف شنیدم امروز سوار هواپیما شد برسونه آلمان، یه جوری حالا یه باد از پول ما مردم بدبخت که میکنوسم کشتن، 10 میلیارد دلار باج به آلمانیا دادن تا دوباره فراری بدن اون آدم کش دارابی و اینا رو، الان هم ظریف حالا که وعده وعده ایران رو میخواد بی نجات بده. بی نهایت متشکرم. باید همه جای دنیا اینا رو تحریم کنن. خیلی ممنون. ما ایران رو نجات بدیم، دنیا رو نجات دادیم، ایران فرمون دنیاست. خیلی متشکرم آقای حسانلوی عزیزم که از واشنگتن همراه ما بودین. خب باشیم، اما
پایان بخش برنامه امشب یک مصاحبه کوتاه 7 دقیقه‌ای از دوست بسیار گرانقدر و عزیز من مسیح علی‌نژاده با شبکه خبری CNN. این مصاحبه حاوی نکته بسیار مهمی است که همکار گرامی خانم امانی روی اون انگشت گذاشتن و به انتخاب ایشون این مصاحبه رو در پایان این بخش از برنامه‌های تلویزیون اندیشه به اتفاق می‌بینیم. Questions and more is Iranian journalist Masih Alinejad who joins us from New York. She launched My Stealthy Freedom, an online social movement fighting for Iranian women's personal choice not to wear hijab in public. Masih, good to talk to you. The protests happened. They're over. The government took control again. So does that suggest that maybe the people don't really want regime change, but they want some change within the regime? Listen, this time when people took the street, they were chanting against the whole regime. I was involved in, you know, the news, daily news, receiving videos, footages from people inside Iran. This time, the demonstration, unlike 2009, was about starvation, was about frustration, was about people asking for having a better life, food, electricity, water. And these people were fed up with all the corruption. That is why, unlike 2009 election, when people were just chanting where my vote is, they were asking right. for some change. But this time, I'm hearing that people, from the first time, the slogan were really radical, and people were asking all the clerics must be gone. Right. They were chanting against the dictatorship. Yeah, but that tends to happen everywhere, right? I mean, I don't want to sort of try and pour cold water over this, but even, for example, at the Occupy Wall Street protests, while people might have been angry at economic issues, you would find a big group of people there saying, hey, the United States is a fascist country, we are a terrible dictatorship, and so on. You're gonna find these sorts of things. But looking at the trigger of these particular protests, 12% inflation, 40% youth unemployment, it seemed as if the economy was at the heart of all of this. How many people got died here in the United States of America? So, I'm going to tell you that. So I think you misread my analogy. In Iran. Okay, so fair enough. There were more than 1,000 people were yes. in prison. Like, right now in prison, more than 20 people got killed. And just today, I'm going to share a news about Sina Qambari, a 23-year-old man who has died in prison under suspicious circumstances. We cannot compare this to what's going on in New York. Of course, people are unhappy everywhere. But in Iran, when you're unhappy, you're going to get shot or into prison or beaten to death. So let me then try and address this again with you. Again, I think you misread my analogy. I'm not saying it's exactly the same as the United States. And well, according to the best available analysis, the United States has a healthier democracy than Iran's system. But what I'm saying again, maybe it was mostly about the economy. And undoubtedly, you're going to have people, just like in other protests around the world, who are going to be saying bigger things because they're angry about the economy, about inflation, about lack of jobs, and so on. But just because a bunch of people are saying bigger things and angry at the regime doesn't necessarily mean it's a revolution, or is it maybe something that can be addressed economically? Let me give you a better picture of what's going on in Iran. After 2009 election, that demonstration was about, you know, that demonstration, obviously everyone around the world knows that it was about the election, yeah? In that time, not the West, not the, you know, President of United States, Obama, they do nothing. They didn't support the demonstrations. But still, two presidential challengers, Mousavi and Karoubi, they are the main pillars of the, you know, revolution in Iran. They are under house arrest, being labeled that the demonstration 2009 was organized and supported by the West without they supporting the people, the Green Movement in Iran. Okay, but that was right 2009. Now, yes. What's yes. going on in Iran? It's not about economic. It's not just about economic, because from the first day,
you didn't hear any slogan about, you know, the price of egg. But the main slogan was about the dictatorship, about, you know, people wanted a greater freedom. People didn't want the clerics to be in power or sending their money to Gaza, Lebanon, Syria. And then people are suffering from, of course, poverty. But the thing is, for months and months, I have been covering the news of those people who took the street peacefully and gathering, you know, in front of the parliament, teachers, workers, miners, women rights activists. So they were asking for a better life and greater freedom. What happened to them? They were all oppressed. Teachers are in prison right now. Bus drivers are in prison right now. Workers, miners got lashes. Those women who condemned acid attack, they are in prison. Right. Those people who thrown acid on women's face, they are free. So you cannot say that this is just about the economy. It's about the corruption. It's about the government who do not believe in freedom and who want to oppress and kill those people who peacefully protest and who peacefully want to express themselves. That is why this time when people took the street, they were chanting about the corruption and democracy, economy and political freedom and personal freedom understood, as well. Understood. In 2009, because there was the belief from those who were aggrieved and those on the streets that the election was stolen from him, Mir Hussein Mousavi was the face of the protests and the Green Movement. This time there's no face. Has that hurt the protest movement that there hasn't really been a kind of a person to rally behind? There hasn't really been a leadership when it comes to what happened across these 80 towns and cities? This is a good question. Listen, you mentioned that Mousavi was the face of protest in 2009. So what happened to that movement? They killed and oppressed everybody. So it doesn't matter where there is somebody who is leading the protest, or it's about the people who took the street and they leading the protest themselves. I'm going to tell you what happened this time. This time, women were fearless. Why? Because they were, you know, working class women. They lost everything in their life. They've been beaten up by, you know, the security forces, not in these demonstrations. Months ago, when they lost their saving, when they lost their, you know, they haven't been paid their salaries for months, and they were asking their government, their MPs in front of the parliament, all of them were beaten up. So now they are fearless in front of the camera. They don't need Mousavi and Karoubi. They are the leader. They talk really loud. And it was a bunch of security forces in front of a woman, a working class woman. And she was saying that, I don't have any fear. And she was inviting all the people to join her to say death to Khamenei. Masih Ali Najad, it's always a pleasure having you on the Newsmakers. I thank you very much for joining us. From trying to get the world's attention. Yeah, we're getting several images from social media users. We want to point out again, these are images we cannot independently confirm, but want to show you what we're seeing. There's a woman, you see, standing in a busy street without her headscarf, waving a white shawl. This is apparently part of a social media campaign using the hashtag White Wednesdays. It protests a law that's forcing women to wear hijabs. And this has become the latest symbol of Iranian women's struggle. امروز سه‌شنبه در زندان اوین. براویش دانش
گاردیا مردم رو دوره کردن. امروز 19 دی ماه مقابل زندان اوین. بچه ها بیدیم.